ننگرهار یک سال پس از غروب زندگی تتسو ناکامورا یا همان کاکامورای ژاپنی. آفتاب آسمان ننگرهار در این روزهای پاییزی بر زمینهای کشاورزی که سالها این پزشک و امداد رسان ژاپنی برای آبیاری آنها عرق ریخت مستقیم میتابد. ولسوالی شیوه ولایت همیشه بهار ننگرهار همچنان سرسبز است و زمین‌های کشاورزیش حاصل خیز. اما یک سال می شود که پزشک ناکامورا دیگر در میان ننگرهاریان نیست و باشندگان این ولایت تنها خاطره ها و کارهای بیادماندنی او را با قلبی پر از اندوه یاد می کنند. در ولایت ننگرهار کسی را نمیابی که کاکامورات را نشناسد و از تلاش های او برای رفاه مردم یاد نکند. اگر ناکامورا نبود، اکنون در این زمین های کشاورزی برنج نمی روید. این را ضابط 55 ساله که باشنده ولسوالی بهسود ننگرهار است به ما می گوید. او ناکامورا را مرد تکرار ناشدنی می داند و می گوید نتوانسته از جان باختن او را باور کند. اول دفعه ما دغلتا ولیده دغلتا بیسود و بند که می ولیده. پوست و دلتا می ولیده دلتا کار شروع که دی خلق سر اغاو که کار شروع که بوری پشاکلی ولی و سی منگورا غلو دستی لند سرای و دیر تکره سرای و. اما این مدد رسان بی پیشینه برای ننگرهار چگونه از دست رفت؟ 13 ماه قوس سال 1398 هجری خورشیدی بود که جان باختن این امداد رسان ژاپنی ننگرهار را تکان داد. او با 5 همکارش هنگامی که برای نظارت از یک پروژه کاری نهاد خیریه PMS با ولسوالی شیوه ننگرهار می رفت در شهر جلال آباد و به دور از انتظار مردم آماج حمله 4 مهاجم قرار گرفت و با 5 تن دیگر جان باخت. ساعتی نگذشته بود که خبر کشته شدن ناکامورا و همراهانش از مرزهای افغانستان بیرون رفت و با واکنش های گوناگون و حتی خشم مردم روبرو شد. زیرا او سالها و حتی در دوره جنگ‌های داخلی افغانستان همچون پزشک در ولایت‌های گوناگون کشور کار کرده است و پیش از آمدنش به افغانستان پزشک بیماران جزامی و مهاجران در پاکستان بود. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است و با گذشت یک سال پرسشی که هنوز مردم را می‌آزارد ناروشن بودن کیستی عاملان قتل تتسو ناکامورا است. د خار په مینس کې داسې واقع اوس موږ د حکومت نه ډېر خفه په دې باره کې ځکه هغه موږ ته دلته آبادي دي غونډې ننګرهار ته راوستي او په دې نه هېڅ څوک انکار نشي کولی. دغه اوبه د کونړ او د کونړي سیند او د کابلي سیند اوبه چې دواړه سره یوځای کېږي دا پاکستان ته تومه او چې دا د پاکستان د استخباراتو دخوانه ووژل شو. بدبختي مې دا وشو چې د دې قاتلین تر اوسه نه دي نیولي. مرکزي ولایتي اداره او مرکزي اداره په دې کې پاتې راغلي. فرماندهی پلیس ننگرهار نیز با گذشت یک سال نتوانسته است هیچ سرنخی از عاملان اصلی این ترور را دریابد. یک کسی به نام آجی محب باشنده ولایت لغمان دستگیر میشه و غرض تحقیقات مزید به ریاست تروریسم وزارت داخله منتقل میشه. تلاش بر ردیابی سایرین موجود است. اما چگونه این پزشک ژاپنی در دل شهروندان افغانستان برای خودش جا باز کرد و محبوب شد؟ تتسو ناکامورا رئیس نهاد خیریه ژاپنی PMS بود و بخش بزرگی از زندگیش را وقف بهبود زندگی افغانها به ویژه باشندگان ولایت شرقی ننگرهار کرد. په دې ځای کې زندگی مشکل و خلکو ژوند نه کوو که څوک هم اوسېدل هغوی د وچکالۍ له وجې نه د زندگی خرابه وه. نورو ولسوالیو ته لاړله، د دې ځای نه کډه وکړله،
نو کله چې په 2010 کال کې کانال راغی په دې ځای ته اوبه راغلې دلته خلکو زندگی جوړه شوله دلته ځمکې آبادې شوې خلک بیرته را مهاجرین راغله خپل ساحو ته راغله ځمکې جوړې کړې. ناکامورا جراح اعصاب بود و آغازین کارهایش را در سال 1986 میلادی در افغانستان با ایجاد نهاد خیریه ژاپنی PMS و ساختن شفاخانه ها و درمان روستانشینان نورستان ننگرهار و کنر آغاز کرد. دوستانش میگویند او گاهی در شفاخانه هایی که خودش در این ولایت ها ساخته بود و معاینه مردم می پرداخت. اما دسترسی نداشتن باشندگان روستاهای دوردست این ولایت های شرقی به خدمات بهداشتی گاهی پای او را به این روستاها می کشند و او به گونه سیار روستانشینان را درمان می کرد. در قسمت اول در بخش کلینیکا کار شروع کرد تا سال 2000 که کلینیکش در مختلف ولایت کنر بود، نورستان بود، ننگرهار بود. این امدادگر ژاپنی پس از آن که نیازمندی باشندگان ننگرهار را به آب دید، از پزشکی در افغانستان دست برداشت و برای نخستین بار 1600 چاه آب را در بخش های گوناگون ننگرهار حفر کرد. به گفته ننگرهاریان در سال 2003 که هزاران جریب زمین های کشاورزی این ولایت از بی آبی خشک شده بودند و صحرایی، ناکامورا دست به ساختن بندها و نهرهای آب زد. دکتر ناکامورا برای نخستین بار دو بند آب را اینجا در نزدیکی دریای کنر ساخت. این بندها اکنون هزاران هکتار زمین را آبیاری می کنند و زمین های ننگرهار از بی آبی نجات یافتند. او حدود 10 بند کوچک و بزرگ آب را برای مدیریت آب دریای کنر در ولایت ننگرهار ساخته است که این بندها 25.5 هزار هکتار زمین را در ولسوالی های شیوه، بهسود و کامه ننگرهار و ولسوالی نورگل کنر آبیاری می کنند. در کنار این بندها او 5 کلینیک صحی را در ولایت های ننگرهار، کنر و نورستان و یک مدرسه دینی را به نام دارالعلوم نومانیه در ولسوالی شیوه ننگرهار ساخته است. ما وقتی که در این جمعه مردم که در این جمعه همگی افسوس میکنه که ما این یک ژاپنی که عمر خود زندگی خود صرف مردم افغانستان کرد، اما متاسفانه که ما نتانستیم که ایرا امنیت چه درست بگیریم و تاییبتانه که در آینده برنامه های خوب و خدمات خوب انجام بده. در دو هفته، در سه هفته یک مرتبه در ولسوالی دریدور می آمد، از همی کلینک دیدن می کرد، مشکلات کلینک در نظر می گرفت، مشکلات مردم اهالی دریدور در نظر می گرفت. در بیشتر از پروژه های کاری پزشک ناکامورا هنوز هم کار ادامه دارد، مانند این نهر که جزی از پروژه بند دوم مروارید است و تا پایان امسال کارش ادامه می‌یابد. این پروژه ها برای بیش از 1 میلیون تن فرصت کاری ایجاد کرده و زندگی مردم ولایت های شرقی کشور را تغییر داده است. دلترال غریب او دیر خکارونه دغه کدغلته به بوری پخپل پیشا کولی او خاور راوللا نلگه که در دیر خدمت از منگل کرده. این تصویرها بخش هایی از ننگرها را پیش از تلاش های ناکامورا در این ولایت و پس از 30 سال زحمت کشی او نشان می دهند. ناگفته نباید گذاشت که در ماه اکتبر سال گذشته و 2 ماه پیش از جان باختن تتسو ناکامورا، حکومت افغانستان به پاس کارهای انسان دوستانه این پزشک ژاپنی به او شهروندی افتخاری افغانستان را داد. لقب په کاکامورا باندې اخیستی دا چون زمونږ په زړونو کې زی لرو ده او موږ د داسې نه احساسولو چې حسابولو چې دی د جاپان یوه تبه ده. پزشک ناکامورا این پارک تفریحی را روی 1200 جریب زمین به نام خودش در ولایت ننگرهار ساخته است. دوستان و همکارانش میگویند او 6 ماه برای ساختن این پارک زحمت کشیده است و این ریگزار را به تفریحگاه و به باغ میوه های نارنج، لیمو و مالتا مبدل کرده و در بخش دیگر از آن فرم تحقیقی را برای کشاورزان ساخته است. دلتا یو مصنوعی زنگل مونگا جوړ کړ چې تقریبا 4.5 کیلومتر اوږدوال لري، نو دغه اوس د زنګل ورسید، نو دغه زمکه یو څه آباد شولې، نو دغه ځای کې مونگا کلکشن جوړ کړی دی مختلف بوټو.
برای پاسداری از 30 سال خدمت این دکتر ژاپنی که افغانها او را به نام کاکا مراد میشناسند، دوستانش در این پارکی که این دکتر ماها در آن زحمت کشید تا تفریگاهی برای باشندگان ننگرهار باشد، یک بنای سنگی ساختند و عکس او را در روی این بنا نقاشی کردند. این مرد که از دوستان دیرینه ناکاموراست و هنوز هم در باغ گیمبیری کار می کند، نمی تواند صحبت کند. اما با زبان اشاره به ما می فهماند که روز جان باختن ناکامورا سیاه ترین روز زندگیش بوده و روزها برای جان باختن این پزشک ژاپنی اشک ریخته است. پیامد جان باختن ناکامورا در یک رویداد هراس افغانانه ظاهراً برای ننگرهاریان سنگین است، زیرا پس از جان باختن او هیچ ژاپنی دیگر مسئولیت نهاد خیریه ژاپنی PMS را به دوش نگرفته و پروژه های خیریه این نهاد نیست تا پایان سال 2020 میلادی ادامه می‌یابند. روشن نیست که آیا پس از پایان امسال ژاپن و نهاد خیریه PMS پروژه برای آینده ولایت‌های شرقی افغانستان دارد یا نه. کارا ما خود ما افغانا پیش میبره، اما کاره باقی مانده دکتر صاحب ناکامورا که است، اما چیزایی که ما تا 2020 پروگرام داشتیم که او تکمیل کنیم افغانا با پیش میبره. پس این گونه می توان برداشت کرد که ننگرهار بخشی از این سرسبزی ها و تراوت هایش را مدیون زحمت کشی های این پزشک ژاپنی است. مردم ننگرهار می گویند که یکی از آرزوهای ناتمام این امدادرسان ژاپنی مدیریت آب دریای کنر بود که از دهه ها به سوی خاک پاکستان می رود. ساختن دیوارهای محافظتی در اطراف این دریا نشانه ای از تصمیم جدی این مرد برای کنترل آب دریای کنر بود و برای عملی کردن آن گام های نخستین برداشته شده بودند. او میخواست با ایجاد یک دیوار سنگی به طول 8 کیلومتر در منطقه کچری جلو ضایع شدن آب دریای کنر را بگیرد. اما این پروژه ناتمام ماند و ناکامورا را با تمام آرزوهایش به خاک سپردند. آرزوهایی که به باور ننگرهاریان برای دستیابی به آن باید کاکا مراد بود و مانند او تلاش کرد و زحمت کشید.